درود به شما ایران دوستان عزیز. قتل حکومتی و مجرمانه زنده یاد پویا مولایی راد باعث معرفی شدن یه زن مبارز و شجاع به ملت ایران شد. بهرخ مولایی، خواهر جاویدنام پویا مولایی راد، با انتشار یه استوری در اینستاگرامش نوشت لطفاً کسی به من تسلیت نگه. بهرخ با انتشار عکسی از برادرش پویا نوشت ضمن اطلاع خواهر این شخص راحتتون نمیذاره. بعد از اتفاقات دیروز در ایزه و در مراسم سالگرد تولد کیان پیرفلک، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شروع به تهدید ماه منیر مولایی راد، مادر شجاع و آزاده کیان کردند. نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی نظام، نوشت جنایت امروز در ایزه و شهادت سروان قنبری، مأمور مظلوم فراجا که بسترساز اصلی آن مادر مرحوم کیان پیرفلک و جریانهای ضد انقلاب بودند و انتشار گسترده خبر کشته شدن فرد مهاجم در رسانه‌های معاند نشان می‌دهد که رأفت اسلامی درباره چنین افرادی جواب نمی‌دهد و باید قاطعانه با آنها برخورد شود. در حال حاضر خانواده کیان پیرفلک و مخصوصاً مادرش بزرگترین دردسر جمهوری اسلامی هستند. بانو ماه منیر مولایی راد که از آموزش و پرورش هم به تازگی اخراج شده، هرگز قصد عقب نشینی نداره و هر روز هم داره محبوبیت بیشتری بین مردم ایران پیدا میکنه. سپاه هم به خوبی میدونه که هر گونه جسارت به این معلم آزاده داغدار میتونه جهنم 6 ماهه دوم سال گذشته رو تکرار کنه. اشکان خطیبی، بازیگر سرشناس ایرانی، هم با انتشار عکسی از ماه منیر مولایی راد جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفت اگر یک مو از سر این شیرزن کم بشه ایران قیامت میشه. دیشب هم همزمان با قتل حکومتی پویا مولایی راد، مردم پایتخت شروع به سردادن شعار علیه حکومت کردن. یکی خوردان حکومت هم خیلی زود سناریوی قتل پویا را ساخت. توضیحات جانشین انتظامی خوزستان از جنایت دیروز سپاه در ایزه رو بشنوید، بعد میگم که واقعیت چی بوده. رحمان رحیم در تعاقب فراخوان‌های متعددی که ضد انقلاب برای ایجاد ناامنی برای سالروز تولد مرحوم کیان پیرفلک اعلام نموده بود، لذا همکاران در ایستگاه ایست و بازرسی که حضور داشتن برای این امنیت این مراسم، یک دستگاه خودرو تیبا که همکاران رو به شدت مورد هجوم قرار داد. همکار ما به هویت سروان محمد قنبری و احدی دیگر از سربازان به شدت مجروح شدند که همکار ما متاسفانه به درجه رفیع شهادت نائل شد و سرباز رو هم جهت مداوا به بیمارستان بردند و مامورین حاضر در صحنه برای متوقف کردن این خودرو اقدام به تیراندازی کردند که راننده خودرو هم مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد. واقعیت اینه که پویا عمدن نیروی سپاه رو زیر نگرفته و این اتفاق به خاطر مخفی شدنشون بعد از پیچ و در نقطه کور اتفاق افتاده. پویا هم بلافاصله ترمز کرد و از ماشین پیاده شد، ولی نیروهای سپاه اونو به رگبار بستن. خبرایی هم که دیشب از مسلح بودن پویا منتشر شده بود و منم در موردش صحبت کردم کاملا دروغه. اما در ویدیویی که چند ساعت قبل گذاشتم در مورد عابدزاده صحبت کردم و گفتم دلیل محبوبیتش رو درک نمی‌کنم. همه اون حرفا رو با شدت بیشتری درباره محمد رضا گلزار تکرار میکنن. گلزار امروز کلیپی از مراسم سوپر لاکچری عقد آریاییش رو منتشر کرد که فکر میکنم بهتر اول تماشا کنید بعد در موردش صحبت کنیم. به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان، تو را من برگزیدم، تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان، از میان این همه خوبان، برای زیستن با تو، برای زیستن با تو، وفادار تو خواهم ماند، وفادار تو خواهم، در هر لحظه و
هر جا. در هر لحظه و هر جا. هزیرا می شوی آیا؟ هزیرا می شوی آیا؟ به نظر من گلزار استاد وسط بازیه. از یه طرف در مواقع بحرانی از جمهوری اسلامی حمایت میکنه یا به حکومت در عادی سازی شرایط کمک میکنه، از طرف دیگه کلیپ برگزاری مراسم عقد آریاییش رو منتشر میکنه تا به نوعی خودش رو از مذهبی های حکومت اسلامی جدا کنه. خیلی دوست دارم تا نظر شما رو در مورد این شخص بدونم. اما الناز رکابی بعد از حضور بدون حجاب اجباریش در مسابقات کره جنوبی امروز و در حالی که با یه وثیقه خیلی سنگین اجازه خروج از کشور رو پیدا کرده بود در یه مسابقه بین المللی شرکت کرد. خانم رکابی به خاطر اون وثیقه و البته فشارها و تهدیدهای سنگین حکومت به ناچار با حجاب اجباری در این مسابقه شرکت کرد. کاملا سهمن اتفاق افتادیم داستان و بکنم استوری که بودشم کاملا توضیح دارم.